سلام، وقت همگی به خیر و با بهترین آرزوها برای شما دوستان عزیز. امیدوارم که امروز هم مثل روزهای دیگه با ما باشین. یادتون باشه که ما نیازمند نظرات و پیشنهادات و انتقادهای شما هستیم، پس حتما با همون ارتباط بگیرین و خبرها، کارها، فعالیتها و نظرات و پیشنهاداتتون رو با همون در میون بذارین. حسابهای ما روی فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام در خدمت شماست. چیزی که دیکتاتور بیشتر از همه ازش میترسه قدرت مردم و اعتراضات اجتماعیه، چرا که بود و نبود خودش رو در اون میبینه. به همین دلیل هم معمولا تلاش میکنه که با سرکوب و اختناق نذاره که این صدا به جایی برسه. اما مردم و جوانهای آسیای ایران دیکتاتور رو وادار به اعتراف کردن. عزیزی سرکرده نیروی انتظامی در استان مرکزی در این مورد گفته از ابتدای سال جاری تا کنون 118 مورد تجمع در سطح استان داشته ایم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% رشد داشته. چند روز قبل از این هم بود که پاسدار ساجدنیا سرکرده نیروی انتظامی در تهران گفته بود تنها در سال گذشته بیش از 1600 تجمع صنفی و اقتصادی در شهر تهران شکل گرفت. البته نباید فراموش کرد که رژیم در این مورد همه واقعیت رو نگفته و نخواهد گفت. اما همین دو مورد هم به خوبی ترس و وحشت رژیم رو و از طرف دیگه هم گسترش اعتراضات و رشد اعتراضات اجتماعی رو به خوبی نشون میده. همین چند روز اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای بودیم. از اعتراض مردم قم، اعتراض مردم دسپول در اعتراض به انتقال آب، اعتراضات قارت شده های مؤسسات مالی و اعتباری، اعتراضات گسترده دانشجوهای رشته پرستاری و اعتراضات خیلی زیادی که توی همین یک دو هفته اتفاق افتاد. اینها نشون دهنده اینه که جامعه ایران چقدر ملتهب و مردم ایران چقدر آماده هستند. قطعاً که همین تلنگرها به زودی راه رو برای پایان دیکتاتور باز خواهد کرد. مبلغ جدید شهریه‌های دانشگاه آزاد یک هفته میشه که ابلاغ شده. طبق این ابلاغیه جدید، مبلغ شهریه‌های متغیر برای رشته‌های غیر پزشکی 10% افزایش داشته و برای رشته‌های پزشکی هم 80% نرخ تعیین شده از طرف وزارت بهداشت برای رشته‌های خودگردان تعیین شده. از اونجایی که شهریه‌های پرهیزهای خودگردان بین 9 تا 25 میلیون تومانه و در سال جدید هم 10-12% افزایش شهریه داشته، یعنی برای رشته‌های پزشکی شهریه‌ها 3 برابر میشه. این موضوع دانشجوها رو حسابی شوکه و عصبانی کرده و طی این یک هفته اعتراضاتشون به شکل‌های مختلف ادامه داشته. در فضای مجازی هم هشتگ‌های دانشگاه آزاد، خودگردان و نه به افزایش شهریه نامتعارف علوم پزشکی به راه افتاده. چند روزی هست که بعد از کشته شدن یکی از پاسدارهای رژیم به اسم حجتی در سوریه، رژیم باز هم تحت عنوان فریبی به اسم مدافعان حرم داره قهرمانسازی میکنه تا جنایت‌هاش و حمایت‌هاش از دیکتاتور خونریز سوریه رو به نوعی مشروع کنه. یکی از اقداماتی که در این زمینه دارن انجام میدن اینه که میخوان اسم دانشگاه آزاد نجف آباد رو به اسم این پاسدار تغییر بدن. البته خیلی وقته که این بازی‌ها دیگه کسی رو فریب نمیده، به خصوص نسل جوان که میدونن پدیده‌ای به اسم مدافع حرم تحت عنوان دین فقط وسیله برای مشروع کردن جنایت‌های رژیم در سوریه است. همین که پاسدار حجتی در جای حدود 400 کیلومتر دورتر از هر نوع حرمی کشته شده نشون میده که این عنوان از کجا آب میخوره و تا چه حد دروغه. در مقابل این قهرمانسازی و شهیدسازی رژیم، کاربران فضای مجازی هم در کامنت ها و نظراتشون ماهیت واقعی سپاه پاسداران رو نشون دادن. دوستی نوشته میگن مدافع حرم، کدوم حرم؟ حرمی که جوانان ما گوشت قربونی اون هستن؟ بی اختیار یاد باز کردن میدانهای مین با نیروی انسانی در زمان جنگ ایران و عراق افتاده. دوست دیگه هم با انتشار عکسی از سرکوب قیام 88 نوشته از کجا معلوم حجتی سال 88 یکی از این باتون به دستان نبوده؟ دست تقدیر همشون رو به سوریه فرستاد. دوست دیگه با اشاره به منت گذاشتن سپاه پاسداران برای عملیات تروریستیش تحت عنوان دفاع از خاک و ناموس نوشته جایی هست که رفت امضا داد کسی به خاطر من نره به جنگ شهید بشه؟ از سر دل میگم نمیخوام کسی به خاطر من شهید بشه، خودم میتونم مراقب خودم باشم، بیمزد و بیمنت. یه کاربر دیگه با کنایه به حرف همسر حجتی نوشته زن حجتی گفت سرش رفت تا روسری نرود، ایشون زن بشار اسده و اینها زنهایی هستن که علیه بشار اسد میجنگن، حالا شما اگر به خاطر حفظ روسری کنار بشار اسد میجنگی داری اشتباه میکنی.
دوست دیگه هم با اشاره به همین حرف همسر حجاجی تصویری از برخورد وحشیانه نیروهای سرکوبگر انتظامی رو با دختران ایران تحت عنوان بدحجابی منتشر کرده و نوشته اینکه همسر حجاجی گفت سرش رفت که روسری نرود یادآوری خیلی به جایی بود که یادمون نره مدافعین حرم اگر در سوریه نبودند در چه جبهه‌ای می‌جنگیدند.